میراث آثار هنری در مسیری که میفته خلق میشه، در مسیر کاری برای تفریح کار خودشو میکنه، هوادار خودشو داره، در مسیری برای تفکر برانگیختن وقتی قدم میذاره مخاطب خودشو داره. و باب دیلن که نوبل بهش اختصاص داده میشه، اتفاقا اعتبارش برای کارهای تفکر برانگیزی است که در زمینه ترانه و شعر انجام داده و خودش به زیبایی میگه شعر ترانه و موسیقی ترانه، و میگه کارهایی که من کردم وقتی شعرهایی که نوشتم موسیقی داره، اونها ترانه های منه، و وقتی که شعری فقط گفتم و نخ موسیقی نذاشتم اون شعر منه. این نظر من باهاش 100% موافقم که یک ترانه فقط شعر نیست که ترانه بشه اسمشو گذاشت. ترانه، ترانه موقعی است که کلام یا شعر با موسیقی همراه میشه و اونجا اسمش میشه ترانه. این آدم معتبر ادب و شعر و ترانه و آواز و موسیقی این حرفو زده. این قابل توجه خطا و شلختگی اهالی ترانه ایرانیان. بعد برسم به این که قضاوت درباره آثار فرهنگی هنری هیچ وقت نمیتونه یک نتیجه، یک جشنواره، یک در زمینه سینما، تئاتر، موسیقی، هر چیز نمیتونه همه رو راضی کنه. مخالف داره، موافق داره. علت اینه که اون جوری سلیقه‌ای داره که با تغییر نصفی یا یک سوم اون جور هیئت ارزیاب نتیجه کاملا تغییر میکنه.